نحوه حضور مهاجران افغانستانی در ایران با واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی همراه شده و موافقان مخالفان این موضوع دیدگاه‌های خود را در این باره مطرح کردند. گروهی از فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی افغانستانی مقیم ایران و خارج از آن خواستار توقف مهاجرستیزی و رفتار مناسب با مهاجران افغانستانی در این کشور شدند. گفتنی است که در هفته‌های اخیر موجی از مهاجرستیزی علیه مهاجران افغانستان در ایران راه اندازی شده است و مهاجران در شهرهای مختلف از سوی برخی شهروندان آن کشور مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و البته مواردی هم مبنی بر ضرب و شتم ایرانی ها توسط مهاجران افغانستانی گزارش شده است. بسیار از کاربران فضای مجازی با راه اندازی کمپین هایی ضمن بررسی اوضاع اقتصادی و معیشتی در ایران خواهان اخراج پناهجویان از این کشور شدند، در حالی که فعالان افغانستانی از رفتار ایرانی ها با مهاجران گله‌مند هستند. لازم به ذکر است که بیش از 8 میلیون ایرانی و مهاجر در دیگر کشورها زندگی می کنند. بر اساس آمارهای مختلف حدود 2 میلیون ایرانی در آمریکا، 2 میلیون نفر در کشورهای مختلف اروپایی، حدود 500 هزار نفر در استرالیا و اقیانوسیه، حدود 500 هزار در کشورهای عربی و آفریقایی و همچنین کشورهای دیگر دنیا به عنوان مهاجر زندگی می کنند. بر اساس کنوانسیون‌های معتبر بین المللی، حقوق مهاجران به رسمیت شناخته شده و در صورت پناهندگی، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از حقوق آنان دفاع می‌کند. در کشورهای مختلف دنیا، از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی نیز، حقوق قانونی ویژه‌ای برای مهاجران و پناهجویان به رسمیت شناخته شده است و مردم و دستگاه‌های اجرایی کشورها به رعایت آن قوانین توصیه شدند. علی عبدی انبوهی، پژوهشگر دینی و کارشناس حقوقی از شهر قم و همچنین آقای عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم با ما همراه هستند. سلام و عرض ادب خدمت دو بزرگوار. سلام و عرض ادب. سوال اول رو از آقای اسماعیلی میپرسم. فعالان سیاسی مدنی افغانستان در رابطه با موج اخیر مخالفت‌ها در داخل ایران با مهاجرت افغانستانی‌ها به کشور چه دیدگاه‌هایی دارند؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان گرامیتون جناب آقای عبدی و بینندگان شما و عرض تسلیت دارم خدمت خانواده معظم شهدایی که دیروز به خاطر حادثه زلزله علناک شهر هرات از جانشان را از دست دادن و غم شریکی دارم با آنها. خدمت شما عرض شود که ابتدا ببینیم پدیده مهاجرت یک پدیده جهانی است که این منحصر به فرد یا منحصر به مردم افغانستان نیست. همونطور که خود شما اشاره کردین، بیشتر از 8 میلیون ایرانی ها هم در سراسر جهان مهاجر هستند. در زمان جمهوریت و قبل از طالبا هزاران ایرانی در افغانستان به عنوان مهاجر زندگی می‌کردند و حتی کوچکترین آزار، اذیت و شکنجه و یا بدرفتاری بر علیه آنها وجود نداشت و هیچ کس هم حتی شاید خبر نبودند. اما متاسفانه به خاطر حوادث گوناگونی که در افغانستان از 40 سال به این طرف اتفاق افتاد، از تهاجم شوروی، دوران جهاد و تا الان، موج مهاجرت گسترده به ایران، به ایران و پاکستان و دیگر کشورهای اروپایی و اقصانقاد جهان از طرف افغان‌ها صورت گرفت که بیشترین آمار در ایران و پاکستان بودند. که البته جا دارم ما از دولت جمهوری اسلامی ایران و از ملت ایران بابت مهمان نوازی هایی که در طول سالهای گذشته از مهاجرین کردن سپاسگزاری کنیم. همونطور که شاهد هستین، بعد از اینکه نظام جمهوری در افغانستان حاکم شد و صلح برقرار شد، تعداد زیادی از مهاجرین از ایران و پاکستان دوباره به خانه‌هایشان برگشتند و اینا مهاجرین نیستند که به طور دائم در ایران یا پاکستان ماندگار شوند، به خاطر که در ایران و پاکستان آنطوری که حقوق مهاجرت در کشورهای دیگر به رسمیت شناخته میشن و
و به اونها احترام میگذارن، در ایران و پاکستان متاسفانه چنین چیزی نیست. اینا از کوچکترین حق و حقوق انسانی و مهاجرت برخوردار نیستن مطابق کنوانسیون 1951 ژنو که خود ایران آن را امضا کردن و باید مسئول است که در مقابل آن پاسخگو باشن. اما مهاجران افغانستان در ایران مانند بردگان هستند که با پایین ترین حقوق در بدترین کارها خود ایرانی ها رو انجام نمیدن، کار میکنن. شما در هیچ سر دنیا، در هیچ جای دنیا شما شاهد این نیستین که برای مهاجرین خط سرخ قائل شدن، حد و حدود قائل شدن که در فلان شهر یا در فلان استان شما میتوانین زندگی بکنین و نمیتونن جای دیگه رفته نمیتونن، در حالی که در ایران متاسفانه چنین چیز شده. شما از 32 استان که ایران دارن تا 15 استانش افغان ها میتونن زندگی بکنن و از این 15 استان هم بعض شهرها محدود بودن که در این شهرها شما فقط میتونید بمانید. خب این خودش یک نوع تبعیض سیستماتیک است که از طرف خود دولت اعمال شده. بله. ولی باز هم سالهای گذشته این آزار و اذیت و این موج اعتراضات که علیه مهاجرین در اواخر صورت گرفته این بی سابقه نیست، این در گذشته هم بود. اما بله. در گذشته چون رسانه‌های مجازی کمتر بود و کمتر مردم میشنیدن، بلکه مثلا در یک محضر بهانه‌ای که اتفاق میافتاد همه حمله میکردن بر علیه مهاجرین. مثلا در سال 77 یا 78 یک قضیه به نام خفاش پیش آمد، بیان که مشخص شد که عامل این افغانی هست، خیلی از افغانی ها جانهای خود از دست دادن، که پس هم مشخص شد که اون قاتل یا اون آدم مخوف از مشهد بودن. و همچنین در سال 65 یا 66 در مامازند تهران حادثه رخ داد، متاسفانه در اونجا یک طفلی 4 ساله افغانی را متاسفانه مردم ایران آتش زدند و افغان‌ها تا یک ماه دو ماه از خانه خود بیرون شدن نمی‌توانستند. و فعلا هم افغان‌ها متاسفانه افغانستان‌هایی که در ایران زندگی می‌کنند مانند اسیران هستند که در خانه‌ها باقی ماندن و از ترس بیرون آمدن نمی‌توانند. بله. و این واقعا یک پدیده بسیار منفور است و این کار زشته و این تبعات بسیار سنگین را بین دو ملت به بار میاره. بله. و این باقی نمیمونه و این میتونه بسیار باعث خدشه‌دار شدن رفتار دوستانه بین مردم ایران و افغانستان بشه که در بعد دامنگیر دو ملت میشه متاسفانه. آقای عبدی، دلیل مخالفت بخشی از مردم و رسانه‌ها و فعالان سیاسی اجتماعی ایران در رابطه با موج مهاجرت‌های اخیر چیست؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان گرامیتون جناب آقای اسماعیلی. من تعجب میکنم از جناب آقای اسماعیلی که در ایران تشریف ندارند و مردم رو مورد اتهام قرار میدند. ببینید، همونطوری که جناب آقای اسماعیلی گفتن، مردم ایران مردم مهمان نواز و عرض شود که انسان دوستی هستند و این گونه که جناب آقای اسماعیلی گفتن اصلا اینطور نیست. اما متاسفانه ما با چند دسته از افراد طرف هستیم که به ایران مهاجرت میکنند. عده‌ای از تجار و عرض شود که اهل علم و پزشکان و تحصیل کرده های افغانی که غالبا ما از جانب اینها دچار آزار و اذیت نیستیم و بسیار افراد فهیمی هستند. دسته مردم عادی هستند و بخشی از افراد که در هر فرهنگی که وجود داره عده‌ای هم خب از طبقه پایین اون فرهنگ هستند. ما مواجه هستیم با پدیده عرشبت که گسترش مواد مخدر و توزیع مواد مخدر که هر جا ما دست این قاچاقچی ها رو که در میبینیم تعدادی از اینها اهل افغانستان هستند. همین چندی پیش جناب آقای اسماعیلی همشهریان و همکشوری های شما حمله کردند به یک نظامی و عرض شود که یک نظامی ایران رو به شهادت رسوندن، همین عزیزان افغانی. و عرض شود چندی پیش
دختر عرشبت نوجوانی و نوجوانی رو، دختر 14 ساله رو رسانه ای شد که فردی از اهل افغانستان به او تجاوز کرده و عرشبت که او رو متاسفانه به قتل رسونده. خب چرا اینها رو نباید نگاه کرد؟ اما متاسفانه وضعیت فعلی جامعه هم که مردم مقداری نسبت به انتخابات عرشبت که حساس شدن در ایران، برخی از بلندگوها که به جای مردم ایران خواستار این هستن مردم افغان بیان و در انتخابات شرکت کنن و متاسفانه دادن شناسنامه به عرشبت که با مخصوصا افغانی ها که عرشبت این روزا صداش بلند هست، سبب ترس مردم شده که حق هم دارن، کسی حق نداره به جای صاحب خانه تصمیم بگیره. اگر چنین باشه و البته معلوم نیست، خیلی حرف درستی باشه. این مسئله بعدی این استش که حضور عرشبت که مهاجرین جلوی کسب و کار و ایجاد اشتغال برای خود مردم رو میگیره، کارهایی رو که برخی از افغانه انجام میدن خب دیگه چون با هزینه پایین تر هست دیگه به ایرانی ها حاضر نیستن بدن و مسائل و مشکلات این چنینی رو خب وقتی مردم میبینند که ممکنه اون صاحب خانگیشون دچار خدشه بشه، خب برابرش مسلمن واکنش نشون میدن و احساس خطر میکنند. ممنون و متشکرم. بله آقای اسماعیلی، تا کنون چه اقداماتی از سوی فعالان سیاسی اجتماعی افغانستان در قبال این گونه رفتارهایی که در داخل ایران انجام میشود صورت گرفته است؟ من در قدم اول میخوام که یک پاسخ کوتاه داشته باشم به سخنان جناب آقای عبدی. جناب آقای عبدی کد کردن دو سه تا نمونه از جرم و جنایت را که افغان‌ها مرتکب شدند. بله، در یک جامعه ای که حدوداً 5 میلیون 6 میلیون آدم در یک کشور زندگی، ممکن چند نفر آدم مجرم هم باشد در بینشون، اما آیا این ما باید همه رو باید به خاطر یک نفر همه رو باید مقصر بدانیم، همه رو باید مجرم بدانیم؟ آیا در کشورهای دیگه خود ایرانی ها جرم نمی کنند، جنایت نمی کنند، به خاطر یک ایرانی همه ایرانی ها را توبیخ باید بکنیم؟ خب این از شما. دوما ببینید، موضوع تابعیت، موضوع رأی دادن، من نمیدونم شما آقای عبدی شاید تحصیل کرده باشین، الحمدلله با سواد باشین، آیا کسی که شناسنامه ایرانی نداشته باشن حق رأی را دارن؟ نه خیر، کسایی که شناسنامه ایرانی داشته باشن میتونن رأی بدن و شناسنامه را دولت ایران میدن. کسی که به زور نمیتونه بره که از چارای مولوی از شوش بخرن بره رأی بدن. آخر این چه حرفی مسخره یه که شما میگین؟ بعد در قسمت تابعیت ایران کاملا مشخصه، تابعیت ایران، قانون تابعیت ایران میگه کسی که 20 ساله سال شمسی رو در ایران تکمیل کرده باشه، متولد در ایران باشه و تا این مدت جرم مرتکب نشده باشد، از ایران خارج نشده باشند، حق دارن که تبع ایران بشه. شما در همین قسمت هم تبعیض قائل شدین بین افغان‌ها و دیگر مهاجر، دیگر اتباع خارجی، برای عراقی‌ها میدین، برای لبنانی‌ها میدین، برای سوریه‌ها میدین، برای همه مردم بجز برای پاکستانی‌ها این حق قائل هستین، اما برای افغان‌ها قائل نیستین. برای افغان‌ها زمان قائل شدین که در زمان جمهوریت تعدادی از مهاجرین به افغانستان برگشتن و شما دچار کمبود نیروی انسانی شدین. بعد شما میگین که اینها کار از مردم گرفتن. جناب آقای عبدی، در 16 استانی که افغانها اصلا حضور ندارن، در اونجا وضعیت اقتصاد، وضعیت کار چطورن؟ آیا اونجا هم افغانها تاثیر گذارن؟ بیاییم یک مقدار درست و واقع بینانه برخورد بکنیم، نه اینکه سر کوچه حساب بکنیم، سر کوچه برخورد بکنیم. آیا ایرانی هایی که در آمریکا زندگی میکنن، در جاهای دیگه زندگی میکنن، حتی ایرانی هایی در افغانستان زندگی میکردن، مهاجر بودن در زمان جمهوریت، حالا نمیدونم که آنها باقی ماندن یا رفتن، آیا آنها جرم نمی کردن؟ افغان ها همه شون رو می گرفتن به خاطر ایرانی بودن؟ بعد به سوال شما برمی گردیم که فعالان سیاسی و مدنی افغانستان چی در ایران و چی در افغانستان و جاهای دیگه از دنیا واکنش داشتن. اینا از سازمان ملل، از نهادهای حقوق بشری و از دولت ایران خواستن که رفتار انسانی داشته باشن با مردم مهاجر افغانستان و گفتم هم که این طولانی مدت نیست و محض که وضعیت امنیتی در افغانستان پیدا بکنه هیچ افغانی نمیمونن. اینا گفتن شما در ایران نیستین،
من خودم در ایران سالهای متمادی زندگی کردم. در ایران منو با پاسپورت و ویزه قانونی ایران من 5 روز در اردوگاه سنگ سفید نگاه کردم. شما آیا اردوگاهی به نام تلسیا به نام سنگ سفید تانوی به گوشتان خورده؟ آیا در اونجا رفتین که چی رفتار وحشیانه علیه افغانستان صورت میگیرن؟ بله من در ایران بودم، من در افغانستان هستم و با ایرانی ها ارتباط دارم. اینکه شما میگید در ایران نیستید خبر ندارید، من هر لحظه ارتباط هستم، خبر دارم. امروز دنیا دنیای مجازی است، فضا شده یک دهکده، دنیا شده یک دهکده، همه خبر دارن که در اونجا چی میگذره. ما از ایرانی هایی که سالهای سال مهمان نوازی کردن، رفتار انسانی داشتن از دولت ایران، ما سپاسگزار هستیم، ما ناسپاس نیستیم. اما رفتار بعضی انسان هایی که خود را باسواد میگیرن، مانند آقای پرویز پرستویی که یک هنرمندن، متاسفانه یک عکس دو تا طفل گذاشتن، یک طفل مدرسه ای، طفل دیگه مدرسه دعوا میکنن میگه این پسر افغانی پسر ایرانی رو زده. آیا شما تا هنوز پایتان از ایران بیرون ماندین؟ در ایران در بیرون از کشور جرم یک عمل شخصی مطابق قانون خود جمهوری اسلامی ایران، جرم قانونش شخصیه، یک عمل شخصیه. کسی را به خاطر یک جرم همه رو نمیبندن بر یک بار، اما یک قوم رو بر یک بار نمیبندن، بلکه اون شخص مجرم رو میگیرن. بله منم مخالفم که هیچ کسی نباید نمک هم رو حرامی بکنن و کسی که در کشور زندگی میکنن با آداب، فرهنگ، رسوم، عنعنات و همه نزاکت های جامعه احترام بگذارن و او کسایی که میاین جامعه رو خفتدار میکنن، فرهنگ کشور رو خفتدار میکنن، باید با اونو برخورد بشه. اما قضاوت جمعی کار درستی نیست. آقای اسماعیلی برمیگردیم به شما. آقای عبدی، فعالان ایرانی برای مقابله با این حجم از مهاجرت چه راهکارهایی مد نظر دارند و چه اقداماتی تاکنون انجام دادند؟ اجازه بدین من نکاتی رو خدمت آقای اسماعیلی جواب بدم و بعد برگردم به سوال شما. ببینید جناب آقای اسماعیلی، ما نمیدونستیم که اگر کسی مهمان منزل کسی واقع شد، عرض شود که باید صابخونه خونه رو هم به نامش بزنه. و اشکالاتی که شما میکنید، بله من عرض کردم عده‌ای از افاقنه تجار هستند، تحصیل کرده هستند، حقوقدان‌ها هستند، پزشکان هستند که ما از ناحیه اینها هیچ دچار ضرر و زیانی نشدیم، بلکه سر احترام هم نسبت به افراد تحصیل کرده و متشخصه اهل افغانستان فرو میاریم و اینها حتی گاهی به اقتصاد ما هم کمک کردند، کارخونه دارهایی که در ایران کارخونه دارند. اما آیا تعداد اینها چند تاست؟ غالب مردمی که در ایران زندگی میکنن از اهالی افغانستان آیا غالبا تحصیل کردن؟ آیا غالباً عرصه و تجار هستن، کارخانه دارها هستن؟ خب اینطور که نیست برادر عزیز من. جناب آقای اسماعیلی، این که شما میفرمایید که قانون به حق داده کسی 20 سال اینجا زندگی کرده تابعیت بگیره، بله ماده 976, 977, 978, 979 و 980 قانون مدنی در مورد تابعیت صحبت میکنه، اما تمام این بندها گرفتن تابعیت و اخذ تابعیت رو منوط کرده خواست دولت. اینطور نیست که او حق داشته باشه. لطفش که یه دولت در مورد یه کسی که میخواد تابعیت رو بگیره عرصاوت که اذعان میکنه. و اما صدق کردید من نمیدونم شما سواد دارید یا نه، بند خب حقوقدان هستم و همین الان در دست تابعیت هم اقداماتی دارم، فعالیت هایی رو دارم. خب وقتی فرد رو ما میاییم و میبینیم که در استعلام هایی که میشه مرتکب سرقت شده، مرتکب جرم شده، مرتکب موحق مواد مخدر شده، خب آیا کشور میتونه به چنین کسی تابعیت اتخاذ کنه؟ اما فعالان که در ایران هستند، خب ببینید ما دو بخش داریم، یک بخش عصبت مردم هستند و یک بخش حاکمیت. در اون بخشی که مربوط به حاکمیت هست، باید حاکمیت مراقبت کنه حتی نسبت به بحث زاد و ولد اتباع، نه فقط افغانی ها، مطلق اتباع. عرض شود که یک نکته این هست. نکته دوم بحث آموزش و فرهنگ سازی برای اتباع هست. اما مردم هم
آن چیزی که از دستشون برمیاد شناخت دقیق و علمی نسبت به پدیده مهاجرت مخصوصا در کشور ما ایران عزیز هست و باید بدانند مردم که نسبت به یک مهاجر باید چگونه برخورد کنند و حق و حقوقشون نسبت به مهاجر چی هست و از او چه انتظاری داشته باشند. ممنونم آقای عبدی. اینها با هم دیگه متفاوته. ممنونم. جناب آقای اسماعیلی در 30 ثانیه خیلی کوتاه صحبت پایانیتونه بفرمایید. من از دولت جمهوری اسلامی ایران و از ملت عزیز ایران که هم فرهنگ با ما هستن هم تمدن با ما هستن در یک حوزه تمدنی با هم زندگی میکنیم. اگر گزند در ایران وارد بشه در افغانستان وارد میشه، اگر در افغانستان وارد بشه در ایران خانه ها وارد میشن و ما این شاهد بودیم و این پدیده مهاجرت این برای همیشه نمیماند. افغانستان انشاءالله آباد میشن، آزاد میشن و مردم ما با عزت برمیگردن. ولی خوب است که تا اون مدت مردم ایران از مهمان نوازی هایشان از صبر حوصله‌شان کار بگیرند، با مردم برخورد درست و انسانی داشته باشند. کسایی که مجرم هستند مجرم باید دستگیر بشن، کسایی که مجرم نیستند نباید همه قضاوت جمعی صورت بگیره علیه یک ملت و یک مملکت و این باعث خدشدار شدن روابط دو ملت در آینده میشه و این از طرفی میشه باینده خوبی نخواهیم بود. ممنون آقای عبدی. شما هم خیلی کوتاه سخن پایانتون را در حد 30 ثانیه. ببینید آنچه که در این بین مسلم هست ما باید عزیزان اطفال مخصوصا افاقل رو دو دسته تقسیم کنیم. عده ای از افغانی ها هستن در ایران زاد و ولد کردن، اصلا لحظه لحظه ایرانیست، لحظه اصفهانیست، لحظه ایرانیست. اینها رو باید تعیین تکلیف بکنیم. اینها اولویه و اولویت میلی به کشور افغانستان ندارن و حکومت باید برای اینها جایگاه ویژه معین بکنه. اما در مورد پدیده مهاجرت ضمن احترام به فرهنگ هر کشور که 200 سال در یک کشور بودند و کشور مدرسه نبودند، ضمن احترام و احترام آمیز متقابل ما باید حواسمون باشه که الان حاکمیت افغانستان حاکمیت طالبانه و جلوی مهاجرت رو به این نحو که اگر قرار باشد عوامل طالبانی بیان و ایران رو طالبان اعلام کرد و بحث خراسان و مسائل دیگر رو مطرح کرده، باید جلوی این رو هم گرفت و مراقب این هم باشند. و نکته آخرم به مسئولین عرض میکنم هیچ اگر مردم دغدغه‌ای نسبت به بحث انتخابات دارند باید مسئولین مردم رو نسبت به این آرامش دهند و قول قطعی بدن که کشورهای دیگه در انتخابات ما فعالیت نخواهند داشت. با تشکر از آقای علی عبدی انبوهی پژوهشگر دینی و کارشناس حقوقی از شهر قم و همچنین آقای عبدالرزاق اسماعیلی کارشناس روابط بین‌الملل از روم که با ما همراه بودند.